تن میتونم فقط با تمام جان و دلم شکرگزاری کنم برای خدای عالی که دوباره یک فرصت عالی دیگه به ما داد، نیست؟ از صبح فرصتاشو نمیدونم لمس کردین، حس کردین که این فرصت نفس کشیدن، زندگی کردن و تجربه کردن آفرینش زیبای خدا با تمام این که یه موقع در هم بر هم میشه. آمین که تجربه کرده باشین. همینطور رحمت‌های بی‌زوال عیسی مسیح خداوند که چطور هر روز در روح القدس تازه میشه و چطور ما میتونیم تجربه کنیم، میتونیم در این رحمت‌های بی‌زوال و امانت‌های بسیارش نفس بکشیم با امیدواری. آمین. و شاید افرادی بین ما باشن که شرایطشون طوری باشه که این آفرینش زیبا رو تجربه نکردن، رحمت‌های بی‌زوال او رو لمس نکردن. ممکنه نیست یک روزای اینطوریه که اصلا انگار این همه زیبایی‌ها از ما دوره. فقط یک امید مبارک برای ما ایمانداران عزیزم وجود داره، امیدی که دعوت شدیم، دعوت شدیم که با چشمای ایمانمون چیزهای نادیدنی رو ببینیم، اون چیزهای نادیدنی که جاودانه و ابدیه، چیزهایی که میبینیم با چشمامون، حتی اون رحمتهای او که تو شفاست، تسلیه، آفرینش زیبای او، همگی در نهایت گذراست و از بین میره. فقط اون چیزی حقیقت داره که نادیدنیه و امروز میتونیم فوکوسمونو، چشمامونو خیره کنیم روی این چیزهای ندیدنی که میتونیم لمسش کنیم. این چیزهای نادیدنی چیه؟ که حقیقت محض الان حضور خداست، حضور فراگیر خداست که از طریق این پرستش، از طریق قلبهایی که آماده است، امروز همه جا رو فرو گرفته. میتونین امورات نادیدنی رو ببینین، این پدیده‌های نامحسوس، این پدیده‌های نادیدنی رو با چشمای ایمانمون ببینیم. آمین. همینطور جنود بسیار فرشتگان که چطور کلیسای خداوندش رو احاطه کرده، امروز احاطه کرده عزیزان، این فرشتگان، این محفل فرشتگان که در کلام خدا میگه کلیسای مجیدش رو احاطه کرده و بر کلامش دیدبانی میکنه عزیزان و امروز میتونه حقایق نادیده الهی رو بر اون قلبهایی که بیدار و هوشمند و هوشیاره آشکار کنه تا جانهای ما در هر شرایطی عزیزان، در هر شرایطی اون زیبایی، خلوص، اصالت در روح و اون حقایق عالی رو لمس کنه و جانهای ما برافراشته بشه در حضور خدا. باور میکنید؟ آمین. عزیزان در گفتگوهای روزمره‌ای که ما داریم گاهن از کلمات و واژه‌های استفاده می‌کنیم که می‌تونیم عمق اونا رو نفهمیم، فقط طبق عادت می‌گیم، مثلا کلمه فیض، شاید اون هسته مرکزی این معنی فیض رو ندونیم، مثلا برکت، خدا برکتت بده، خدای منو برکت بده، خیلی این نقل و نبات تو زبان ما میاد، آمین. خیلی واژه ها هست که ممکنه معنی اونو نفهمیم. واژه پرکاربردی که این روزا خیلی میبینم به کار برده میشه واژه ایمانه عزیزان. ما خوب میدونیم، خیلی خوب میدونیم که ایمان پایه و اساس زندگی یک مسیحیه که حقیقتاً تولد تازه یافته. اما واژه ایمان، خود واژه ایمان چه معنایی داره؟ متخصصین زبان عبری به سه معنا اشاره کردن: توکل کردن، اعتماد کردن، آرام گرفتن. ولی حتی عزیزان امروز من اگه بتونم از این واژه حیاتی تعاریف خیلی وسیع رو به شماها ارائه بدم، باز هم میتونه این کلمه ایمان در حد یک باور ذهنی، یک مفهوم ذهنی در ذهنهای ما باقی بمونه. باور میکنید؟ چون ایمان یک باور ذهنی نیست. ایمان تمامی تار و پود انسان رو در بر میگیره.
ایمان به زبان خیلی ساده‌ای بتونم بگم مثل یه خوراکه، مثل یه غذای خوشمزه است که باید اونو بخوری، هضمش کنی، جذبش کنی، در عملکردای زندگی تو دیده بشه. یه مثال خیلی نچندان خانا بزنم، مثلا من یه آش خیلی خوشمزه برای دو نفر عزیزان توی کلیسا آوردم. خب تصور کنید با یک عشق و محبت اینو پختم و آوردم دادم به این عزیزان. یکی از این افراد، یکی از این عزیزان این آشو که نگاه میکنه، چون دستپختش خیلی عالیه، تا نگاه میکنه کیفیت عالی این غذا رو، این خوراک رو میفهمه، میفهمه چه سبزی های تازه و مفیدی درونه، خواص سبزی ها رو میشناسه، خواص ویتامین ها رو میشناسه، با لذت نگاه میکنه. ولی دریغا چون معده‌اش خیلی درد میکنه، حتی یه قاشق هم نمیتونه از این بچشه. ولی نفر دوم اصلا کیفیت غذا رو نمیدونه، سبزی ها رو نمیشناسه، خواصش و ویتامین ها رو هیچ آگاهی نداره، ولی این آش رو نوش جان میکنه، با لذت قاشق آخرش رو میخوره. نه فقط میخوره بلکه هضم میکنه، نه فقط هضم میکنه بلکه جذب میکنه، نه فقط جذب میکنه بلکه یک قدانیه در خور توجهی از اون به عمل میاره. از اون میخوام سوال کنم، لذت این خوراک نصیب کدوم از این دو نفر شد؟ کسی که غذا رو خورد، نوش جانش شد. از حکایت کلمه ایمان همینه، با تمام شکوه و جلالش میتونه فقط در حد و حصر واژگان تو اذهان ما گیر کنه. ایمانی که چشیده میشه، ایمانی که تجربه میشه، ایمانی که در تمامی تار و پودهای آدمی تنیده میشه، خیلی تفاوتی میتونه ایجاد کنه با شخصی که فقط یک شناخت تئوری از ایمان داره. میتونین آمین بگید؟ اما چرا عزیزان این فضیلت الهی و عالی رو اینطور عمیق باید باش تماس برقرار کرد؟ فقط تئوری نباشه بلکه عملی در جانهای ما، در زندگیهای ما جسم بپوشه، چون ایمان مرکز ثابت زندگی شخصیه که تولد تازه یافته. ایمان هسته مرکزی شخصیه که ایمان نجات بخش رو تجربه کرده. ایمان رو از هرگز نمیتونیم با اون عبادتهای شخصی تو پستو حجرگاه خودمون جدا کنیم. ایمان رو نمیتونیم با امید و امیدواری، استقامت و پایداری در شرایط سخت زندگیمون جدا کنیم. ایمان، حتی مفهوم اون ایمانی که چشیده شده، میتونه به سخت‌ترین سوالات زندگی ما جواب بده، توضیح داره به چرایی رنج، غم و تنهایی، آزمون‌های طاقت فرسای الهی که دائما باش روبرو هستیم. مفهوم ایمان چشیده شده میتونه توضیح براش داده بشه. و همینطور ایمان شریان تپنده قلب خدمت بشارت عزیزان، کار رحمته، چیزی که امسال ویزیون و رویای کلیساست. و همینطور وقتی بر میگردیم در شروع ایمان، بدون ایمان عزیزان، بدون ایمان اصلا توبه وجود نداره، بدون توبه ایمانی وجود نداره، بدون ایمان هیچ خیریتی در انگیزه ها و خواسته های قلبی ما وجود نداره. اما همین ایمان اگه کوچکتر از یک دانه خردل باشه عزیزان، میتونه با شنیدن وعظ زنده کلام، با پرستش در روح و راستی، با جلال دادن خدا تقویت بشه. آمین. ناگفته نمونه عزیزان، من از ایمانی دارم صحبت میکنم که پشتوانه او کلام خداست و وعده های گرانبهای خدا که به واسطه خون عیسی مسیح مهر زده شده. ما اینجا
ایمان من یا تو کانون توجه نیست، بلکه ایمان توجه ما روی عطا کننده ایمانه. آمین. یعنی عیسی مسیح خداوند. ما در این هفته های سپری شده، چه در جلسه خواهران چه یک شنبه ها، جلوه ها و چهره های زیبا از ایمان رو با همدیگه مرور کردیم. یادتونه؟ من میخوام از آخرین پیام که پیام هفته پیش فوق العاده عالی پاستور بود یه اشاره بکنم. ایمان پولس، یادتونه که چطور جنگ نیکوی ایمان کرد، چطور دور خودشو به کمار رسون، چطور به قانونهای خداوند پهلوانی کرد تا تاج جلال رو بگیره. ایمان ابراهیم، ایمان مطیعانه، ایمانی که بزرگترین و اصیلترین قربانی های عثار رو به خداوند تقدیم کرد. ایمان کالیب، ایمانی پایدار، ایمانی که با هزاران روح مخالف مواجه شد. ایمان یوشع، ایمان جسورانه یوشع که باعث شد دیوارهای اریها بریزه و خود اریها رو فتح کنن. و ایمان راهاب، ایمانی صبورانه که باعث شد جان خودش و خانوادهش نجات پیدا کنه. اما تمامی ایمانها عزیزان، این ایمانهای پیشرونده، این ایمانهای قهرمانانه نقطه شروعی داره، مثل یک دانه کوچیکه که نادیده است، فقط انسان حملش میکنه و اون دانه میتونه مراحل رشد رو طی کنه. عزیزان، شروع ایمان از کجاست؟ از ایمان نجات بخش. پس اسم این موعظه رو گذاشتم روایت ایمان نجات بخش. امروز این پیام عزیزان برای خیلی ها میتونه پیام خیلی سختی باشه. خیلی از شنوندگان شاید منقلب بشن، ولی این پیام قدرت داره عزیزان، قدرت داره که موضع شاگردان حقیقی رو مشخص کنه و افراد حق جو رو به راه و راستی و حیات هدایت کنه. حاضرین کمرهای دلهای خودمون رو ببندیم با هم؟ یک آیه انقلابی و عالیه که توش پر از حقایق محضه. یعقوب باب 2 آیه 19 و 20 میگه تو ایمان داری که خدا واحد است؟ نیکو میکنی. شیاطین نیز ایمان دارن و میلرزن. ولیکن این مرد باطل، آیا میخواهی دانست که ایمان بدون اعمال باطل است؟ یکی از سخت‌ترین حقایق الهیه که امروز میتونه عزیزان مثل اون میخای سر سوک به قلب‌های سخت بعضی فرو بره، اما میتونه تأثیرات ابدی رو بر زندگی‌های تک تک ما به جا بیاره. آیات میگه میتونه کسی به خدا و پسرش ایمان داشته باشه ولی وقتی میمیره یک راست به جهنم بره. متاسف هستم که اگه پیشفرضای خیلی از شما، معادلات ذهنی خیلی از شما امروز فرو میریزه، ولی این کلام کاملا حقیقت محضه. این خیلی هولناکه عزیزان که شخصی در کلیسا باشه، به مذهب مسیحیت ایمان داشته باشه ولی ایمانی حقیقی و اصیل نداشته باشه، چون همه ایمانها ایمان نجات بخش نیست. این موردیه که یعقوب داره به صراحت به اون اشاره میکنه. ایمان بدون اعمال باطله، مرده است. این آیات خیلی تکون دهنده است، ولی در این حال خیلی بیدار کننده است. اینکه من کلمات درستی رو از نظر عقلانی در زمانی به کار برده باشم و به صورت روتین در آیین‌های مقدس حتی شرکت کرده باشم و خدماتی رو در کلیسا انجام بدم، هرگز نمیتونه کمک کنه ما سر از آسمان در بیاریم. تعریف ایمان نجات بخشیه، یعنی همه گناه‌های گذشته، حال و آینده ما بخشیده شده. یعنی عیسی مسیح خداوند با ایمان در دل‌های ما زیست می‌کنه، ساکن شده. آمین. اینکه عیسی مالک زندگی منه،
این که اگه بمیرم یک ابدیت بی پایان با او زندگی میکنم. به بیانی در تولد تازه، در اون ایمان نجات بخش، حیات و تفکر عیسی به نوعی در من چی میشه؟ تزریق میشه و در طی ایام هضم میشه، جذب میشه، تا روزی پسر خدا از اون دیده بشه. که این روند تبدیل من و تو رو به موجودی شبیه عیسی مسیح میکنه. آمین. میخوام با قوت روح خدا این مطلب رو امروز برای خیلی ها شفاف کنم. برای این مهمه که قبل از همه چیز به فرمایش اون اقتدار نهایی عیسی مسیح خداوند رجوع کنیم. در یوحنا باب 10 آیه 27 میگه گوسفندان من آواز مرا میشنوند. فقط در دلشون ایمان ندارن. یک رابطه من و توئیه، نیست؟ من آنها را میشناسم. یک ملاقاته. درست عزیزان؟ مرا متابعت میکنند. فقط در دل نیست، عمل کرد داره و آنها هرگز هلاک نمیشن. هیچ کس نمیتونه اونا را دست من بگیره. این معنی ایمان حقیقیه. اگه تو نجات رو تجربه کردی، نجات حقیقی، در امنیت ابدی هستی. عزیزم من نمیگم اعمال ما رو به آسمون میبره، اعمال حتی نمیتونه ما رو نزدیک به آسمون بکنه، ولی ایمان حقیقی اعمال رو در پی خودش داره. آمین. منم مثل شما، خیلی از شما که انقدر فوکوستون رو میذاریم و محض فیض نجات پیدا کردیم و دیگر هیچ، منم به همین ایمان دارم. ما محض فیض نجات پیدا میکنیم. یعقوب خودش وقتی این آیه انقلابی رو میگه در 1:18 میگه ما محض کلام حق متولد شدیم. اون محض اراده شاهانه خودش عزیزان، فیاضانه ما رو وارد خانواده الهی کرد. با حسب کار تکمیل شده عیسی مسیح خداوند بر صلیب، وقتی گفت تمام شد، حقیقتاً تمام شد، بهای کامل پرداخت شد. ولی آیه های خیلی زیادیه که حالت پارادوکس داره، انگار داره به مخالفت با هم برمیخیزه، انگار با هم متناقضه، تناقض داره. پولس افسوسیان باب 1:2-8 میگه محض فیض نجات پیدا کردیم به وسیله ایمان و این در ما از ما نیست، بلکه بخشش خداست، نه از اعمال ما، تا هیچ کس فخر نکنه. یعقوب میگه ایمان بدون اعمال باطل است. در طی نسل ها عزیزان این آیه انقلابات خیلی زیادی به وجود آورده. کلیساها رو از هم جدا کرده، جدایی ها به وجود آورده. چرا که افراد به کن مطلب پی نبرده بودن، فقط میخواستن اعمال و ایمان رو روبروی هم قرار بدن، حتی به اون شخصیت داده بودن. عزیزان پولس چی میگه؟ آیا پولس درست میگه محض فیض نجات پیدا کردیم به وسیله ایمان و این از ما نیست بلکه بخشش خداست؟ یعقوب چی میگه اینجا؟ میگه ایمان بدون اعمال باطله. میدونی اینا رو روبرو هم قرار داده بودن و دستبندی به وجود اومده بود، ولی عزیزان پولس و یعقوب هیچ مشکلی با هم نداشتن. یه موقع تو کلیسا هم این روزا که افراد روبرو هم قرار میدن، هیچ مشکلی با هم نداشتن. اونا در یک مسیر حرکت میکردن، اونا هیچ رقابت و دشمنی با هم نداشتن. فقط پولس و یعقوب در جبهه‌های مختلف با دشمنان متفاوت در حال جنگ بودن. پولس در نامه‌های خودش داشت با افرادی می‌جنگید که تعلیمات اشتباه توی کلیسا آورده بودن. که فقط محض فیض نیست، ما میتونیم باید برای نجات ختنه هم انجام بشه، آیین‌ها انجام بشه، رسومات انجام بشه، اینا هم هست، نمیشه همه رو حذف کرد. و پولس وقتی با این موزر روبرو شد، انقلابی از اصلاحات به وجود آورد. محض فیض نجات یافتیم.
نه از اعمال. و این بخشش خداست تا هیچ کس به واسطه اعمال خودش در حضور خدا فخر نکنه. عزیزان، از طرف یعقوب و نوع دیگه از دشمن، دشمنان میتونم بگم در حال جنگ بود، دشمنانی که فیض رو مجوزی برای زندگی لذت جویانه خودشون درست کرده بودن. مهم نیست چه اخلاقیاتی داری، مهم نیست چه شخصیتی داری، مهم نیست چه رفتاری در این خانه خدا، کلیسای خدا که بنیاد راستیه انجام میدی، چون ما فقط محض فیض نجات پیدا کردیم. مهم نیست. و اومده بودن تعلیماتی میدادن فیض بدون شاگردی رو به افراد، به خورد افراد عرضه میکردن. فیض بدون محبت، مهنت محبت، فیض بدون اینکه خودشو بتونه این قدرت رو داشته باشه در فرهنگ کلام خدا، در ساختار کلام خدا قرار بده. پس یعقوب با این افراد سجو و مهرطلب در حال جنگ بود. میگفت ایمانی که اعمال نداره مرده است. همین پولس که اصلاحات آورده بود در دوم قرنتیان باب 13 آیه 5 میگه خود را امتحان کنید ببینید آیا در ایمان هستین یا نه. خود رو بازیافت کن، ببین عیسی در تو زیست میکنه، آیا روند تبدیل در تو شروع شده. اینکه یه شخصی از آن فقط در گفتمانش حرف بزنه من در دل خودم ایمان آوردم عیسی خداونده، اما ایمانش عمل نداره و مسیح در او دیده نمیشه عزیزان، و روند تبدیل در او شروع نشده و مسیح به واسطه ایمان در او ساکن نیست، این ایمانی ناقص، بی ارزش، باطل و مرده است. امروز مسیح در زندگی تو چیکار کرده عزیزی که خود رو مسیح میدونی؟ چون اگه مسیح در تو کار نکرده و نمیکنه، بیهوده است ایمان تو و بیهوده است وضع من، کلامی که دارم به سم شما میرسم، چون متوجه نمیشین، چون نقاب مذهب هنوز رو چشماتونه. یعقوب میگه چه سودی داره ایمان بدون اعمال؟ باطله، مرده است. در احترام و محبت عزیزان به تک تکتون میگم، اگه مسیحی از زندگی تو رو عوض نکرده، به تو پیشنهاد میکنم یه مذهب دیگه ای رو انتخاب کنی. بیا امروز به خاطر خدا از تحمل کردن این مذهب فعلی که هیچ دستاوردی در زندگی تو نداره، هیچ ثمراتی نداره، دست بردار. چون ایمان نجات بخش در خودش قدرت داره عزیزان، بها میده، رنج میبره، ثمر داره، خودشو با شادی و محبت به خدا تسلیم میکنه، با یه تأدیب کلیسایی برافروخته نمیشه، خشم نمیکنه، میدونه به چه کسی ایمان داره، به کسی ایمان داره که تمام هستی خودشو داد تا او رو به دست بیاره، تا او دیگه برای خودش، برای این نفسانیتش زندگی نکنه، بلکه برای او که مرد برخاست و روزی باز خواهد گشت برای او زندگی کنه. خیلی عزیزان در این زمانهای آخر صورت دینداری دارن، در گفتگوهای شخصی اعلان ایمان میکنن، ولی قدرت حتی یه مخالفت، یه اشتباه، یک ناحقی رو ندارن. پولس دائما با این افراد در حال جنگ بود، جنگ نیکوی ایمانش بیشتر به خاطر این بود، کشمکش، تقلا، که ایمان نجات بخش و مفهوم او رو تفهیم کنه به افراد. نوجوانان عزیز، امروز چه چیزهایی در زندگی تو وقتی فکر میکنی عوض شده، چه تفاوتی در زندگی تو به وجود اومده، چقدر وقتی با افراد یک شو جمع میشی در مهمونی ها، در اون محفل های دنیاوی، چقدر فهمیدی که تو با اونا متفاوتی، دیگه یک پارچه نیستی، ذات تو عوض شده، عیسی در توه. چقدر پست ها و عکس هایی که در رسانه ها، فیسبوک، نمیدونم اینستاگرام میذاری باعث جلال نام خدا شده. چقدر وقتی در این
بسپای دوستانه میری فرق میکنی تو با دیگران، دیگه نمیتونی مثل اونا باشی، دیگه اون لذت ها رو نمیبری. نو جوانان عزیز، چه اتفاقی در زندگی تو افتاده؟ چه فرقی در زندگی تو کرده از موقعی که میگی من ایمان دارم؟ باید بتونی بگی که فیض خدا منو تغییر داده. آمی، هرگز دیگه نمیتونم مثل گذشته زندگی کنم، هرگز در اون مناسبات، در اون محفل های دنیاوی حتی برم نمیتونم، چندشم میشه، لذت نمیبرم، در من اتفاقی افتاده، هنوز اون جایی که هستم نرسیدم، ولی هرگز اون جاییم که بودم نیستم. نحوه زندگی من گناهالود نیست، نمیتونم در گناه بمونم و عادت کنم به در گناه موندن، این خیالم هم نباشه، چون دیگه شخص سابق نیستم، چون پسر خدا حیات و تفکرش رو در من تزریق کرده و من در روند تبدیل قرار گرفتم. آمین. پس اگر کسی در مسیح هست، خلقت تازه است، چیزهای کهنه در گذشت، اینک خدا چیزهای نو به وجود آورده. آمین. عزیزان، در ایمان نجات بخش مسیح نمیاد در زندگی های ما یه دندون کرمو رو یه دارو بذاره روش، روکش بذاره، سطحی درستش کنه. عیسی کارش این نیست. خودتو گول نزن، دوچار خودفریبی نباش. عیسی مسیح میاد رود کانال میکنه، ریشه رو بر میداره، عوض میکنه اون روشه کرمی رو، کرمو رو که سالها جان ما رو گرفته عوض میکنه. اون ریشه که وقتی عوض شه، برگش هم عوض میشه، گل میاره، ثمرات میاره، در اون روند و فرایند روش ثمرات در ما دیده میشه. از امیدوارم متوجه باشین، هرگز منظورم این نبوده و نیست که تو نمیافتی، شکست نمیخوری، لغزش نمیخوری، نمیدونم گناه امکان داره اصلا نکنی، من اینو میدونم. یک پروسه است روند تبدیل، یک سفر طول و درازه که تمامی عمر ما رو ممکنه در بر بگیره، ولی کسی که ایمان نجات بخش رو تجربه کرده، در این روند تبدیل قرار گرفته، عزیزان حتی اگه لغزش بخوره، در گناه بیفته، در گلولای بیفته، دوباره بلند میشه، چون ایمان داره که عیسی مسیح این کاهن اعظم با دعا پشتشه، چون استقامت و پایداری عیسی در کنار اوست. یادتونه پتروس لغزش خورد نیست؟ عیسی رو انکار کرد، عیسی برای او دعا کرد. چرا دعای او گرفت؟ دعای او پتروس رو آورد در اون حیات ابدی، چون از جنس عیسی شده بود، چون ذات عیسی رو گرفته بود، چون ایمان نجات بخش داشت. عزیزان، برای همین تونست جلو بره، تونست ایمان خودشو در سخت‌ترین شرایط با تمام اون انکارهایی که کرد حفظ کنه، چون ایمان نجات بخش که داشته باشی 10 سال دیگه هم داری. اگه تو حیات جاوید داری به وسیله ایمان حقیقی، 2 سال دیگه هم داری، 20 سال دیگه هم داری. عزیزان، دیروزود داره روند تبدیل ما، اما سخت و سوز در عیسی مسیح نداره. بعضی ها زودتر تبدیل میشن، بعضی ها دیرتر، اما در عیسی مسیح سخت و سوز نداره. وقتی تو ایمان نجات بخش داری، عزیزان، شیطان حتی نمیتونه به تو دست درازی کنه، غلبه کنه، نمیتونه لذت های دنیا اینطوری تو رو جذب کنه که یه پا تو کلیسا یه پا تو دنیا باشه، نمیتونه، چون چیزی که در توه، در اون ایمان نجات بخش، خیلی قوی تر از تمام چیزهایی که در دنیا به ضد تو داره میاد. چون ایمان نجات بخش داری عزیزان، تو ایمان داری که خدا واحد است، نیکو میکنی. شیاطین نیز ایمان دارن و از ترس میلرزن، لیکن ای مرد باطل، ای زن باطل، آیا میخواهی دانست که ایمان بدون اعمال باطل است؟ عزیزان، میدونستیم که روحای ناپاک، شیاطین، دیوها، تمامی ایل و تبار جهنم ایمان دارن به خدا؟ یک ایمان راستین ها عزیزان، بدعت هم توشون نیست، یخته.
فقط تصور کنین عزیزان، من الان میخوام یه مصاحبه با یکی از این آقا دیف ها به نام بلزبول انجام بدم. بیوگرافی آقای بلزبول رو که رئیس دیف هاست میتونید تو متا باب 10 بخونید. خب سلام آقای بلزبول، شما به عیسی مسیح ایمان آوردین؟ بله قطعا من به مسیح ایمان آوردم. آقای بلزبول، آیا ایمان دارین که عیسی پسر خداست، قدوس آسمان ها و زمینه؟ 100% ایمان دارم. در مرقس، در متا باب 8 بارها اعلام کردم. آقای بلزبول، آیا شما ایمان دارین به مرگ و قیام و بازگشت عیسی مسیح؟ 100% خواهر نسرین، من ایمان دارم. تبریک میگم آقای بلزبول، شما یکی از اعضای عالی کلیسای آلفا و اومگا هستید. فقط عجیبه برام چرا دیروز گمایند فرزانلو گرده همایی کلیسا نیومدین، چون جای شما الحق و انصافا اونجا بود، چون یکی از اعضای عالی کلیسا هستید، نیست؟ فقط یک سوال آخر میکنم آقای بلزبول، آیا مسیح رو پیروی میکنی؟ آیا عیسی رو متابعت میکنی؟ آیا او رو ملاقات کردی؟ آیا او مالک زندگی توست؟ دیگه خانست خیلی داری شورش در میاری، تون رو نباش. محبت، فیض، کجا رفته اینا؟ نه اصلا این تو این وادی ها نرو، چون من برای تیم دیگه ای دارم بازی میکنم. عزیزان با کمال درد و تأسف میگم خیلی ها در کلیساها رفت و آمد میکنن، نه فقط تو این کلیسا، اظهار ایمان میکنن ولی ایمان دیوها رو دارن، چون فقط یک باور ذهنیه، چون هیچ عمل کرده ایمان، ثبات ایمان در رودا دیده نمیشه. عزیزان ایمانی که هیچ متابعت مستمری نداره، ایمانی که هیچ ثمری در او دیده نمیشه، ایمانی که اصلا گوش شنوا نداره، هیچ رابطه من و تویی با خدا نداره. 3 ماه کلیسا نیومدی خواهر نسی، من اصلا همه اینا که میان بیشتر روش کردم، به عیسی ایمان دارم. از این عقیده، این ایده از کل از تفون جهنم میاد. هرگز کسی که به عیسی مسیح ایمان داره نمیتونه از سلولهای زنده جدا بشه، چون اگه جدا بشه اصلا ایمانش نجات بخش نبوده، حتی اگرم بوده مرده و باطل میشه. متوجه باشین عزیزان، من نمیگم ایمان تو ضعیفه، هرگز من نمیگم اینکه تو ایمان دیوها رو داری به خاطر اینکه عطایا نداری یا شکست خوردی یا در لغزش هستی، نه، خواهش میکنم متوجه باش، بلکه چون که ایمان تو مرده است، چون تو فقط تجربه ذهنی داشتی، تو فکر میکنی که ایمان داری و شاید با درد مقصر ماها باشیم که تعلیم راجع به ایمان نجات بخش ندادی. خیلی ها در ناآگاهی فکر میکنن که ایمان دارن. عزیزان یعقوب میگه دیوها حتی به خودشون میلرزن از خدای واحد حقیقی، از قدوس آسمان و زمین به خودشون میلرزن. عزیزان یعقوب از یه ترسای انسانی، از یه ترسایی که در ترسای فیزیکی صحبت نمیکنه ها، من الان میترسم سلامتی ما از دست بدم، من الان از مار میترسم، از موش میترسم، راجب این ترس رو صحبت نکنه، یه ترس رازآمیزه، یه ترسی که پشتش بهت و حیرته. وقتی انسانی که وارد اون حیطه، وارد اون چشماشون موجود رازآمیز رو میبینه، عزیزان پر از عجز و ناتوانی میشه، اون ترس و لرزی که از جنس یوحناست. وقتی در جزیره پتموس چشمایی چون شعله سرور شدید به رو افتاد، شبیه اون ترس دانیاله که وقتی خدا رو دید مثل مرده‌ای به رو افتاد،
وقتی وارد یک حیطه قدسی میشی، وقتی چشمای تو، چشمای میرای تو اون راز و رمزی که غیر قابل توضیحه میبینه، پر از بهت و حیرت و عجز و ناتوانی میشه. فقط یک فرق داره عزیزان، دیوها وقتی امورات روحانی رو شروع به نظاره کردن میکنن، پا به فرار میذارن، موهاشون سیخ میشه، میلرزن. ولی تن میرای من و تو وقتی شروع میکنه به اون مکان قدسی نگاه کردن، عزیزان مثل پیکری بی جان در حضور خدا میفته، مثل خیلی از مردان و زنان خدا در کتاب مقدس. پس چی دارم میگم؟ نه نتیجه صرف این که تو میلرزی، گرمت میشه، سردت میشه، باز هم نشانه این نیست که تو یک ایمان نجات بخش داری. ایمانی که زنده است، ایمانی که نجات بخشه، دانه ای رو عزیزان در خودش حمل میکنه، آمین، که این دانه به طرف ایمان صبورانه رهاب حرکت میکنه، آمین، این دانه به طرف ایمان جسورانه یوشع حرکت میکنه، این دانه به طرف ایمان پایدار کالیب حرکت میکنه، این دانه به طرف ایمان مطیعانه ابراهیم حرکت میکنه، این دانه به طرف ایمان جنگجوی پولس که جنگ نیکوی ایمان اول بر ضد نفسای خودش، خواهش جسم خودش کرد، حرکت میکنه عزیزان. این روایت ایمان نجات بخشه، این خصوصیت ایمان نجات بخشه. امیدوارم تونسته باشم اندکی فقط شما رو مطلع کنم از ایمان نجات بخش. اگه در طول پیام بین خودت و این ایمان مرده شباهتهایی میبینی، اگه بین خودت و این ایمان بی ثمر و بی ارزش شباهتهایی میبینی، تو رو به رحمت خدا، به خدا رو کن. آغوش خدا بازه، قلب خدا بازه، او هرگز هرگز تو رو از خودش دور نمی کنه عزیزان. میگه هر کی که به جانب من اومد، عیسی میگه هرگز او رو بیرون نمی کنم. امروز میتونه این رحمت های بی زوال خدا که هر روز در عیسی مسیح خداوند تازه میشه، یک نقطه شروعی از ایمان شیرین نجات بخش به تو بده. امروز میتونه به قوت روح خدا، با سهیم شدن خودت که به خودت رحم کنی، ایمانی رو تجربه کنی عزیزان، که این ایمان رو نه فقط بچشی که چقدر نیکوه، چقدر شیرینه، بلکه ایمان رو حسب کنی، جذب کنی عزیزان، ایمانی که با هر شرایط ناگواری غلبه میکنه، تا روزی و همین زودی عیسی پسر خدا در من و تو دیده بشه. چون که حقیقتا میتونم بگم دنیایی که بدون چشیدن ایمان نجات بخشه میتونه با تمام این که میگه ایمان دارم، دنیای تاریک پر از ترس و محدود رو تجربه میکنی. روی این صندلی ها نشستی ولی این چیزها رو تجربه میکنی. زندگی بدون عیسی عزیزان، بدون چشیدن این ایمان نجات بخش، زندگی حقیرانه و توهیه. و خدا بیشتر از تو مشتاقه که تو این ایمان رو تجربه کنی. میدونم با این آگاهی اینجا هستم عزیزان که با کلمات محدود انسان، اون چیزی که تجربه کردم، این معجزه رو، اولین شاید یکی از معدود معجزه هایی که کلمه به کلمش رو تجربه کردم، خوردم، چشیدم از همون لحظه‌ای که ایمان آوردم، ولی نمیتونم و نتونستم حق مطلب رو با این کلمات محدود انسانی به شما منتقل کنم. من میدونم عزیزان در ذهنهای خیلی ها با موانع و تقاطع‌های زیادی برخورد کردم، اما میخوام بگم چیزهای خیلی عظیمی در کلام خدا وجود داره که تا ایمان نجات بخش
نداشته باشی نمیتونی درک کنی. من فقط سعی کردم ایمان و عمل رو مثل دو لبه قیچی که لازم و ملزم همه به شماها نشون بدم. آیا قیچی یه لبه نداشته باشه اصلا کاربرد داره؟ من فقط تونستم بگم ایمان و عمل مثل دو لبه قیچیه که اگه یکیش نباشه هیچ برندگی و کاربردی اصلا ماهیت نداره. قیچیه بدون یه لبه هیچ ماهیتی نداره. اگه ایمان نجات بخش تو تجربه کرده باشی عزیزان، اعمال خوب در پی اون میاد، ولی اگر آنچه که ایمان میدونه ولی قدرت متابعت از کلام خدا رو نداره، قدرت پیروی از عیسی مسیح رو نداره و قدرت اینو نداره که در هر شرایطی تو رو وصل کنه به بدن مسیح با تمام ضعفش، پس هرگز ایمان نبوده و نیست، بلکه فقط و فقط یک پذیرش ذهنی بوده. و آمین که امروز به خودتون رحم کنید. عیسی مسیح میگه دشمن هر کس اهل خانه اوست. ما دشمن بزرگی در قلب و وجود خودمون داریم که خودمونیم، مانع میشه که سلامتی و این سرور سلامتی در ما ساکن بشه. و در آخر یک آیه هست که پر از عظمته. حقیقتا نمیتونستم راحت از کنار این آیه عبور کنم که کلام خدا رو میتونه جمع‌بندی کنه. این یه دونه آیه میتونه یه نتیجه کلی و عالی از این موعظه به گوشهای شما برسونه و جان شما رو، آمین، اگه یه حیاتی توش باشه زنده کنه. در فیلیپیان باب 2 آیه 12 میگه نجات خود رو با ترس و لرز به عمل آور. عزیزم وقتی این آیه اول رو میخونی انگار که همه چیز بستگی به چی داره؟ اعمال ما داره، نیست؟ ولی قسمت دومی این آیه داره، این قسمت مال فیلیپیان باب 2 آخر آیه 12 است و قسمت بعدیش تو اول آیه 13 است. نجات خود رو اول میگه با ترس و لرز به عمل آور. انگار عزیزان به نظر میاد همه چیز بستگی به اعمال ما داره، اما قسمت دوم میگه زیرا خداست که با عمل نیرومند خود، امروز میتونه هم قدرت تصمیم گیری و هم قدرت انجام آنچه که باعث خوشنودی خداست در من و تو پدید بیاره. انگار چی؟ انگار عزیزان خدا فاعل بر همه چیز است، خدا کننده کار است، خدا کننده اون اعمال است، چون خدا عطا کننده ایمان نجات بخش است. آمین. و ما دیگر هیچ، این عظیمترین حقیقت کلام خداست که در مسیحیت راستین عزیزان باید دائما با او روبرو بشیم. آمین. چشمای خودمون رو می‌بندیم. ای خدای عالی، ایمان دارم و باور دارم خداوند از همون صبح پیدایش تا این لحظه با ایمان محدود و کوچیکی که تو خداوند عطا کردی دیدم در زندگی خودم و افراد که چطور تو ناموجودات رو به وجود خواندی. تو خدایی هستی که نیستی ها هستی میسازی. تو خدایی هستی که امروز با عمل نیرومند خودت به وسیله اون قدرت روح القدس امروز میتونی در افرادی که بین ما هستن، اگه حقیقتا دنبال خدا هستن، حق جو هستن، تو وارد اون انسان نوین، اون هست مرکزی وجود انسانها بشی. کسایی که الان میشنون از رسانه ها، کسایی که روی صندلی ها نشستن، تو خداوند با اون قدرت روح القدست میتونی وارد شی، اون انسان درونی رو به ارتعاش دراری تا حقیقتا به زانو در بیاد و در قلب خودش بگه حقیقتاً این حقیقت داره
و من میخوام این قدرت رو دریافت کنم، این قدرت رو دریافت کنم که این قدرت به من ایمان میده، همینجور قدرتی به من میده که تمامی اعمال و احکام خدا رو، اون ساختار فرهنگی خدا رو در زندگی خودم، در رفتار خودم، در عمل کرده و رابطه خودم به عینیت در بیارم. ای خدا، امروز تو میتونی به قدرت نام عیسی مسیح، به قدرت روح قدوست، تک تک کسایی که حقیقتا میخوان حق جویان، به تنپوش سفید زیبای ایمان ملبس کنی. تو فقط میتونی خداوند، قلب فروتن که رحمت توست، که فیض توست خداوند، به کسان خودت بدی که در قلبشون رو برای تو باز کنن، این سرور آسمان و زمین، که وارد قلب اونا بشی. من ایمان دارم با این پیام در قلب خیلی ها رو کوبیدی. فقط در نام عیسی مسیح دعا میکنم هر مقاومت، هر روح اسلام، هر اون نفسانیتی که قویه، اون پوسته سخت انسانی، اون دشمنی که ذهنهای بیفهم خیلی ها رو بسته تا تجلی زیبای انجیل و روح و روان اونا متجلی نشه، در نام عیسی مسیح به زیر بیفته، تا خداوند تو با قدرت روح قدوست، با این ایمان نجات بخش وارد قلب اونا بشی، همطور که کلام تو گفته خداوند. به کسانی که او رو قبول میکنن، زانوهاشون خم میشه، زبانشون اعلام میکنه که تو فقط عیسی مسیح خداوند هستی. این قدرت رو میده که ایمان نجات بخش رو تجربه کنن، تا ایمان داشته باشن که حقیقتا فرزند خدا هستن. این دانه خدای حق در تک تک عزیزانم که قلبشون رو فروتن کردن، خداوند امروز کاشته بشه و ثمرات عالی به بار بیاره، چون در نام عیسی مسیح خداوند برای کلیسای زنده و مجید و عالی او دعا کردم و کلیسا بدن مسیح بگه آمین.